سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 4 خبرنگار از بند طالبان در استانهای خوست و غزنی و لغو دستور تعلیق فعالیت تلویزیونهای نور و بریا از سوی این گروه شد. این نهاد روز جمعه 7 اردیبهشت با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که هیچ خبرنگاری نباید به خاطر انجام وظیفه‌اش به زندان بیفتد. سازمان عفو بین الملل همچنین از طالبان خواسته است که با توقف حمله به رسانه‌ها از تخریب کامل آزادی بیان در افغانستان جلوگیری کنند. این نهاد افزوده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از نیمی از رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند و 2/3 خبرنگاران این کشور کار خود را ترک کردند. سازمان عفو بین الملل افزوده است فضای آزادی بیان با حملات مداوم طالبان به شدت کاهش یافته است و تا آگوست 2023 بیش از 80% از زنان روزنامه‌نگار به دلیل افزایش محدودیت‌ها توسط طالبان رسانه‌ها را ترک کردند. اعلامیه عفو بین الملل در حالی منتشر شده که گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده و فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده و بارها خبرنگاران بازداشت و زندانی و فعالیت رسانه‌ها را متوقف کردند. در این مورد همراه هستیم با دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از شهر ایسی ایتالیا که ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر نوری، به نظر شما اقداماتی نظیر بیانیه سازمان عفو بین الملل در تغییر رویکرد طالبان در مورد رسانه ها تأثیر گذار است؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. خدمتتون عرض شد که این بیانیه‌ای که از طرف عفو بین الملل در مورد دستگیری و در واقع بازداشت 3 خبرنگاری که جدیداً بازداشت شدن از شهر خوست و 1 خبرنگارم قبلاً از غزنی بازداشت شده بود و همینطور در مورد رفع تعلیق 2 شبکه تلویزیونی نور و بریا که اخیراً این 2 شبکه تعلیق شده فعالیتشون و در بیانیه عفو بین الملل اینا خواسته شده از طالبان که از 2 تلویزیون رفع تعلیق شود و خبرنگاران در بند هم آزاد شوند. ببینید این گونه بیانیه ها که از سوی عفو بین الملل یا از نهادهای دیگه بین المللی یا نهادهای آزادی که حالا فعالیت‌های آزاد دارن، درچه خب نهادهایی که در داخل افغانستان باشه که نمیتونه این گونه فعالیت داشته باشه، این گونه بیانیه ها ممکن است که در آینده تأثیر گذار باشه و یک فشار روی طالبان بیاره، یعنی افکار عمومی جهان را علیه طالبان بسازه. اگرچه خب در طول این 2 سال و تقریبا 7-8 ماهی که از حکومت طالبان میگذره هیچ تغییری در سیاست طالبان به وجود نیامده، طالبان راه خودشان را رفتن اگرچه این بیانیه ها و این فشارها هم بوده، اما از آنجایی که فشار عملی روی طالبان وجود نداره، نهادهایی که بتونه عملا روی طالبان فشار بیاره تا سیاستشون رو در مورد فعالیت رسانه ها تغییر بدهن، من به نظرم این بیانیه در آینده های دور اگر این گونه بیانیه ها بیشتر بشه ممکنه که تاثیرگذار باشه و بتونه یک کمی از سختگیری های طالبان، فشار طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران بکاهد. اما آنگونه که تا حالا نشان داده خب هیچ تغییری به وجود نیامده که بعید میدونم در آینده این نزدیک بتونه این بیانیه ها تأثیر گذار باشه. بله. آیا چشم‌انداز امیدوار کننده ای برای آزادی بیان و ابراز عقیده از سوی رسانه ها، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اجتماعی در افغانستان وجود داره؟ به نظر میرسه نه، چشم‌انداز امیدوار کننده ای وجود نداره متاسفانه.
قبل از به حکومت رسیدن طالبان بعضی ها این گونه فکر میکردن که طالبانی که الان داره روی کار میاد با طالبانی که 20 سال قبل روی کار آمده بود سیاستشون با هم تفاوت داره. این طالبان اون طالبان دیگه نیست. اما وقتی طالبان در آگوست 2021 روی کار آمدن و تا الان که بیش از 2.5 سال از حکومت طالبان در این دوره میگذره، ما مشاهده میکنیم که نه، با او طالبان قبلی هیچ تفاوتی نداره. این طالبان فعلی که حکومت دارن میکنن، این حکومتشون با حکومت قبلیشون هیچ گونه تفاوتی که نداره، بلکه فشارها داره بیشتر میشه روی مردم، روی رسانه ها و فضا داره برای مردم، رسانه ها و فعالین مدنی تنگتر شده میره نسبت به سابق. و به این جهت ما هیچ امیدواری را نمیبینیم که در آینده بتونه مثلا آزادی بیان وضعیتی بهتری پیدا بکنه، آزادی رسانه ها و اینا وضعیتی بهتری پیدا بکنه. ممنونم از شما دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از شهر ایسی ایتالیا.